سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه بچه من زیاد تو این ویدیو به خودم نرسیدم نه وقت داشتم نه هیچ چیز جدیدا نمیتونم زد به کامپیوتر دسترسی داشته باشم برای همین اصلا وقت نبود همین ویدیو هم دارم به زور میگیرم <تصح> خیلیاتون گفتین چرا ویدیو از جوابای فرمای ما نذاشتید فرمتون بذارید به 500 تا برسه الان 430 نفر تو این فرم شرکت کردن لینکش رو تو دیسکریپشن میذارم تو قسمت کامنت ها میذارم که دوستانی که جا اون فرم رو پر کنن بگذاریم آقا من توی هومپیج یوتیوب داشتم میگشتم ویدیو یک فارسی زبان به امساجست شد و تایتلش این بود که بچه بازی آزاد شده ایشون ریاکشن رفت به این موضوع و این ویدیو بهتر بگم این سخنرانی که یک عده گاو و میان میگن کسایی که بچه باز هستند فقط گرایش جنسی دارن انحراف نیستن و ما باید اینها رو قبول کنیم به عنوان اشخاصی در جامعه و من نمیدونم اینا چقدر میتونن بی سواد باشن چرا اینجا همچین واژه نوشته من درک نمیکنم چطور همچین اشخاصی میتونن بیان همچین حرفی بزنن بعد جالب اینجاست این یک بهانه خیلی بزرگیه که این هوموفوبیکا بیان همچین چیزایی بچسبونن به ما چون خیلی اعتقادشون اینه که آره شما ال بی ها هم جنس رو که مد کردید روش فکریتون به جایی میرسه که میل به کودکان هم آزاد میوی کی چی حرفی زده کسخل چیزی هستی بر خودت میبافی و میدوزی و میبری ولی نه همچین چیزی نیست آره ما آدمای کسخلی داریم که الGBT هستن و معتقدن که همه چیز باید آزاد باشه رابطه با حیوان رابطه با مهارم رابطه با چه میدم همه چی ماشین اسکل مسکلن اصلا اخ تو کلشون نیست شما اونو مثال میزنی که ما رو بهشون بچسبونی زرش من این ویدیو رو میگیرم که ثابت بد بکنم به عنوان یک LGBT مخالف شدید اشخاص بچه باز هستم چون به شدت آسیب رسونه بچه ها ما حتی خودمون ممبرهایی داشتیم که اومدم پیوی بنده و یکم درد و دل کردن با من و خاطرات خیلی بدی داشتن مخصوصا اونایی که جاهای چه میدونم روستایی و کوچیک زندگی میکردن تو جای کوچیک نه شهرهای بزرگ میگه بیماران بچه دوست حداقل 16 سال سن دارن و دست کم 5 سال از قربانیان خودشون بزرگترن یعنی مثلا یه 15 ساله با یک 11 ساله مثلا خب همین الان تو جامعه خودمون توی ایران شمایی که عصبانی میشی انقدر میخوای یقه منو بگیری خفم کنی بگی آره تقصیر تو ال هستش که میل جنسی به کودکان زیاد شده ما تو کشور خودمون افتضاح از اینا زیاد داریم دختری که ببخشید 15 سالشه با یه مردی که 33 سال سن داره تو رابطه است خیلی هم اشقولانه با هم رفتار میکنه این وحشتناکه تو خارج چوب تو کون اون شخص 33 ساله بی... حتی 25 ساله حتی 20 ساله میکنن که چون خب تو گو خوردی هستن وقتی تو این سن هستی میری سمت اشخاصی که اندریج هستن سنشو پایین 18 ساله حالا نگاه کنید ببینید سید روح الله خمینی راجع به قضیه میل جنسی به کودکان چی گفته کسی که زوجه ای کمتر از نه سال دارد دخول او بر وی جایز نیست وای نه سال مرسی واقعا اما دیگر کامگیری ها از قبیل لمس به شهوت آغوش گرفتن تفخیز اشکال ندارد هرچند شیرخاره باشد آه عکسش هم آورد دوستان <تص> حالا بریم ببینیم معنی این چیه استمنا جنسی از ران دیگری به مالیدن آلت تناسی من واقعا حرفی ندارم وقتی خمینی اینو داره میگه ببینید تو کشور ما دیگه چه گوهکاری اتفاق داره میفته حالا اثرات روانشناسیش اینجا نوشته سو استفاده جنسی از کودک میتونه موجب آسیب های کوتاه مدت یا طولانی مدت از جمله بیماری روانی در مرحله بعدی زندگی شود نشانه ها و اثرات آن عبارت هست از افسردگی استراب اختلالات خوردن عزت نفس پایین تبدیل درد و ناراحتی‌های روانی به علائم جسمی اختلالات خواب اختلال هویت تجزیه‌ای و اختلالات استرابیت از جمله اختلال استرس پس از سانه می باشد نوشته قربانیان ممکن است از مدرسه و فعالیت اجتماعی کنارگیری کنند و مشکلات یادگیری و رفتارهای مختلف و جمله خشونت علیه حیوانات اختلال کمتوجهی و بیشفعالی اختلال رفتاری و اختلال نافرمانی مقابله‌ای را تجربه کنند حالا اینجا که نوشته حاملگی و فلان و فلان که فکر میکنم تقریبا اشاره داره به کودک همسری که همچنان تو ایران داریم جاهای دهات ماهات و جاهای کوچیک عقب افتاده اونا همچنان اصلا معتقدن دختر از یه سنی مثلا از آندرج در بیاد پیر شده ترشیده شده جدی میگم من اینو من شنیدم حتی اون محله هم میشناسم میگم یک سری از اشخاصی که خودشون کودک ها زارن در بچگی مرد آزار اذیت قرار گرفتن یعنی توی مجرم اون قربانی رو تبدیل کنی به یه آدمی مثل خودت یعنی اونم مجرم بشه در آینده مثلا اونم از کودکان سوء استفاده بکنه اینو چی میگم یعنی تبدیلشون میکنه این جزء عوامل محیطی حساب میاد بچه ها خواهش میکنم جون هر کسی که دوست دارید با این چیزها شوخی نکنید میم درست نکنید چه میدونم من واقعا میبینم میم داخل اینستاگرام میبینم از چه میدونم بچه بازی طرف اومده میم درست کرده بابا این همچین چیزی چیزی نیستش که بخوای با شوخی بکنی واقعا یکی از چندش ترین و بدترین چیزاییه که من تو عمرم شنیدم و دیدم الان آره منطق اینا چی بود منطق اینا این بود که آره اینا چه گناهی کردن گرایششون دیگه خب به تخمم که گرایششه اون بچه بنده خدا اون وقتی حق انتخاب نداره مورد آزار اذیت قرار گرفته کی میخواد جوابشو بده این لیست هفت از قاتلای سریالیه که در بچگی مورد آزار اذیت قرار گرفتن همینطور رابطه با حیوانات اینا هیچ وقت پذیرفته نیست واقعا چیز چندش و مزخرفیه و هر دوستی دارید هر آشغال هر ای که به اسم دوست تو زندگی تو دارید که بچه باز هستش قطع رابطه بکنید قطع رابطه ببین بعد از اینکه قطع رابطه کردید چجوری خودت هم فوش میگیره اینا روانی بچه ها اینا واقعا روانیان. و البته من شنیدم اگر خودشون بخوان و جلسات روان پزشکی رو طی بکنن میتونن در حد متوسط کنترلش بکنن گرچه ایران که مهد بیماران جنسیه و جسمی فکری همه چی یه لطفا بکنید تو اینترنت سرچ کنید فهرست پارافیلی های جنسی معمولا انحرافات جنسی اونجا نوشته لطفا اگر روزی بچه دار شدید به بچه تون یک سری مسائل رو آموزش بدید که همچین بلاهایی سرشون نیاد ما آدمای بسیار حرمزاده مخصوصا در مجازی داریم قابل توجه خانواده های ایرانی که دست بچه خورد سالشون گوشی میدن اینو تو گوششون فرو کنن که آدمایی داریم که همچین کارایی بکنن و سو استفاده جنسی بکنن از این اشخاص حتی از طریق اینترنت که کم هم نیستن در کل مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید امیدوارم که سقط بشن این اشخاص یا یک درمانی واسهشون پیدا بشه اینها واقعا باید درمان بشن چون برای جامعه مزرن و ضررش رو خیلی از آدمای روانپزشک و دکتر تایید کردن انحراف جنسی اسمش اومده گرایش نیست ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید بچه اگه خواستید فرم رو پر کنید داخل دیسکریپشن و کامنت هست تا درود دیگر بدرود